باید بهتون گم علی آرتون آقایی گرد خدا بیا مرزدش میگن آدم خوب همیشه زنده است اینها ببین چهار دفعه مسجد پر شد خالی شد خدا رحمتش کنه آقا دو بودم گرم آقا بیاید آره من همین الان دارم میام بیرون همه چی میخرم نه همین الان هم میبه هم شوی اومدم یعنی میشه یعنی میشه یه روز که ما مردیم چهار تا آدم خوب پیدا شد زیر تابوت ما رو بگیره از چیه برد برمانشون خدا بیام آردن خدا میدونه گمون نکن بگم آدم خوبی چقدر به ما خوبی کرد استاد علی محمدی بودم کی؟ استاد علی محمدی بودم کی همه؟ با رفیق بود دیگه با دکتر با هم همکاره بود از زمان جوانیشون این ما خیلی آقای یعنی میشه زمانی با هم وقتی استاد چه همه هم با هم باشیم یا هر کنون رفتی میابری شما استاد بشو بعدم بمیر اون برایش پیشش نه چه زشته سلام علیکم استاد سلام علیکم استاد استاد بیجو ها ای تو چرا امروز همش چشمت استاد مستاد ببینه ترم سه نمره من نداره ای افتاد خیلی آقاست بچه همه علم بیرون یه دقیقه سر کجا؟ برم سری دو دقیقه دو نمره اش بگیرم اینجا؟ آقا اینجا چه وقت جای نمره گرفتن همه؟ پیداش نمیم تو دانشگاه سر شلوغه میام جانه آخه من نمیفهمم اینجا مسجد اون آستان بعد دیگه چی؟ ما بده خب بگیم بده خوانم گوش میکنم دوان نداریم خواسته این مردمی تازه برگذشته آهد و واصل بفرما خدایا قلب مقدس امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بگردان پروردگارا توفیق تبعیت از دینت را با معرفت به همه ما عنایت بفرما پروردگارا عاقبت امر ما ختمه به خیر بگردان و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان سلام سلام علیکم خدا رحمتشون کنه خیلی ممنون خانم واقعا جاشون خالیه دکتر زحمت کشید اگر کاری چیزی از دست ما ساخته است تو رو خدا رو درواسی نفهم ما در زمان زنده بودن استاد کاری نتونستیم واسش بکنیم اگر کاری باشه بعد در خدمت پدر همه چیز رفتن رو آماده کرده بود اون خودش همه کارهاشو میکرد اصلا برنامه زندگی پدر مرتب بود اون حتی در وصیت نامش به تک تک کارهاش نوشته‌هاش مسائلش و تمام افرادی که با اون در تماس بودن اشاره کرده بود گفتم شاید نتونم بعد از ختم مجلس پیداتون کنم خانم اختیار دارین ما الان تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که تسلیه دست کنیم خدمتتون البته باشیم زودتر از اینا مزاهم بشیم حالتون مساعد نبود خیلی لطف دارید البته همه چیز یک دفعه اتفاق افتاد ما حتی خبر نداشتیم که اون توی آسایشگاه سالمندانه البته اون همیشه توی نامهاش می نوشت که اینجا همه چیز آرومه مشکلی نیست همه چیز خوبه ولی بعد ما فهمیدیم که اون رفته به یک آسایشگاه تا زندگی یکی از دوستان گمنامش رو کتاب کنه بله حیف که نیمه کاره بود ما فکر میکنیم که استاد اومدن پیش شما یعنی سفر کردن به خارج بعد فهمیدیم که دریا بود ما هم اصلا جا خورد لطف کردید استاد خدا سایتون از سر ما کم نکنه خواهش بابا بیوفا نبود ولی بیوفایی کرد قرارمون بود با هم باشیم تو جوانیات سر هم زدیم تو پیریات در دل هم دیگر رو گوش کردیم تو مردن هم باید با هم میرفتیم استاد بیوفا نبود تو مجلس ختم شرکت کردیم آروم نگرفتیم شعر گفتیم آروم نشدیم در خلوت گفتیم استاد بیوفایی کردیم
آروم نشدیم. مطمئن باش که مهرت نرود از دل من، مگر اون روز که در خاک شود منزل من. موقع رفتن دخترم به خارج سری به من بزن، باز حرف برم. چشم. حتما استاد، حتما. خدا حافظش. خدا حافظ. خدا حافظ استاد. شما. خب به هر حال ما در خدمتیم، اگه امری چیزی هست بفرمایید. راجع به اون خونه میخواستم صحبت کنم. پدر پدر وصیتی کرده که من باید تو این چند روزی که ایران هستم انجام بدم. قراره که اون خونه رو بفروشیم. خونه رو بفروشیم؟ البته تأکید بسیار زیادی داشتن که این وقت باعث مشکل برای شما نشه، ولی خب میدونین چند قبل پدر تصمیم گرفته بود که اون خونه رو بفروشه. البته بعد از برخورد با شما منصرف شد. پدر تمام دار و ندارش رو بخشیده به آسایشگاه سالمندان و همینطور تمام کتاب ها و نوشته هاش. اون خواسته که پول این خونه، هزینه ساخته یک مدرسه در روستای محل تولدش بشه. آخه اونجا مدرسه راهنمایی نداره. به هر حال این پول باید هزینه ساخت یک مدرسه بشه. پدر گفته همونطور که دست خالی به این دنیا اومدم، دست خالی هم باید از این دنیا برم. نمیدونم چی بگم. به هر حال قضیه اینطوره. عجب. اتفاقا ما هم خونه رو خالی کردیم و دیگه بسته به نظر شماست. هر وقت دوست داشتین خونه در اختیار شماست. واقعا اگه یه وقت. نه خانم، خیلی هم ممنون. مثل اینکه دست و دلبازی استاد به شما هم به ارث رسیده. خیلی ممنون. برای ما هیچ چیز مهمتر از این نیستش که چند تا بچه روستایی بتونن تو اون مدرسه تحصیل بکنن. شاید از توشون کسایی مثل استاد بیرون بیان. بله خانم، ما خودمون کریمه، یه جای پیدا میکنیم. فقط الان اگه کاری هستمون به همیان بفرمایید، ما دریغ نکنیم. خیلی ممنون. انشاءالله که تو زندگیتون موفق باشی. تشکر. راستی من چند روز ایران هستم، اگر کاری داشتی در خدمتتون. خیلی ممنون. من درد دارم. خدا مزرعه چایی بیاره؟ کجا ره؟ عمر به 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 آقا اینم چای دست درمه ماهه که موشا زنده باشی. بزن بزن بفهم آقا دستات. اما مثل اون شدن خیلی سخت. از چه نظره؟ آقا دست خالی بیای، دست خالی بری. بابا خیلی مرده. الان خیلی هنوز جیر مال و منان دنیا نا. چه میدونم خونه آنچنانی، ماشینم فلان باشه. اصلا به فکر مردم کسی نیست. عالم شدن چه آسان آقا، آدم شدن چه مشکل. آخ آفرین شهریار، آفرین. گذشته از این حرفا یه چیزی فقط میمونه، یادش بخیر. یاد اون خونه، اتاقا،
استاد. یاد مجید. یاد اون پشت بومش چه خوش میگذشته. بالکونه، کبوترها. او بالکون چیه ول کن. همسایه‌هاش، همسایه‌هاش. اینم کمش به فکر اونا. مخصوصا همسایه بالایی، اونم باباش. کوچه هنوز زده خودش اومد. آقا احترام جان بچه. سلام ابو سلام. سلام علیکم. خوش اومدید. یالا. سلامت خان. خوب خوبه خوبید. بفرمایید ابو سلام. قربون شما. علی مدد. میگم داشتم رد میشدم این فولکس لگنتون رو دیدم، گفتم بیا ببینم اینجا چی کار میکنیم، مگه مسجد نرفته بودی؟ چرا بود؟ عباس آقا اومدیم که شما تشریف داشتیم جلو در ایستاده بودیم، بچه‌ام چش کردیم شما زیارت نکردیم. آه من از در پشتی رفتم آبدارخونه دو تا چایی ترکی خوردم. بله پس این چایی هم قسمت شما شد. بفهم دم شما گرم. گواره وجودتون عباس آقا. عباس آقا مسجد تنها اومده بودیم یا با هم؟ نه با هم اومدیم. جیران خانم چی نیومده بودن؟ باشی عادو نده. نه میگم یعنی اینجور جاها جیران خانم نیاریم بهتره چون خب والا وضعیت خونه رو چیکار کردی؟ والا پسو جان از صبح چند جا رو دیدیم نپسندیدیم، یعنی وضع مالی اون یه جوریش نمیتونه برد. حالا باید بگردیم دیگه. خانم استاد هم قرار فروش کنه با پولش تو روستای استادینا یه مدرسه بسازن واسه بچه. بله عجب مردی بود. میگم تا وقتی با هم همسایه بودیم نشناختیمش، اما حالا. بله عباس آقا اینطور آدم ها تا موقعی که زندن کسی قدرشون رو نمیدونه، ولی همچین که میرن همه تازه میفهمن به به کی بوده چی بوده. بله دیگه میگم حالا هم زیاد توفیری نمی کنه، خونه همون خونه است، به جای طبقه دوم داشتی بیاری طبقه سوم. نه با سادگی مزاحمتان نمیشیم، همین که اساسامون رو نگه داشتین واسه ما خیلیه. این حرفا چیه؟ کلاس بالا صحبت میکنی مزاحمت نمیشین چیه؟ میشینیم و هم گل میگیم گل میشنویم. حمید خانم یه خورده چی میگن؟ عد و اصول در میاره و حال میکنی میخندیم. خیلی آقای عباس آقا ما بیشتر. خب بچه ها بگم اونی که گریه میکنه یه درد داره، اونی که میخنده هزار درد داره، اما یکی مثل ما هم یه میلیون درد داره. خب باهاشی داریم. نه عباس آقا مزاحم نمیشیم، خدا بزرگ که کارش میکنیم. حالا این حرفا چی عهد بابا سمبوساز لره دانش ما، خونه همون خونه است، بالاخره به اندازه سه نفر جا میشه. چهار نفر عباس آقا؟ افشین هم هست. افشین که جز خودمونه بابا. خب عباس آقا مزاحمت هم میشیم، ولی فعلا اینجا با بچه‌ها نشستیم گپی بزنیم یاد گذشته ها بکنیم دیگه. خب به هر حال ما دوست داریم ببینیمتون، حالا میخوای چیکار کنی؟ حالا هیچی، چایمونه که خوردیم میشیم تو ماشین دوری میزنیم، بعد بچه ها میرن یه جایی پیدا میکنن، ما هم میام خونه تون اگه اجازه بدین. اگه خب عباس آقا جان از شهر ما که خلاص شده، انشالله این دفعه یه همسایه آروم بی سر صدا جیرت میاد. انشالله. میگم عاد جون اگه جایی پیدا نکردید نشنوم تا این جوب موب با حمید خوابیده باشید و مشغول و زنبه میشید. خدا نگهده ها سه نفری ولنشید بیاید. عباس آقا چهارتایی باشه. چهارتایی بیاید. اومدم جواد، اومدم بابا. گو چهارتایی آقا امشب چهارتایی میریم خونه عباس آقا. دمت گرم حمید. یه چیزی بهت بگم، خیلی خاطرتو میخواد اینجا یه کتک سیر بزنه. بله چی؟ بابا ترک سماعت اصلا خوشش نمیاد. بابا خوش زشت چهارتایی باشه. دومادشون تعارف کرد خودش داره میگه بیان دیگه. نه عزیز من نمیشه. آقا چهارتایی میریم تو جوب خوبه؟ برو آقا. برو آقا حالا اونجا هم نریم به قولی. حالا نری کجا بریم؟ اونو آقا همه پاشیم بریم خونه ما. یه شب هزار شب که نمیشه. پاشیم بریم همه میریم اونجا راحتیم دیگه. زشت نیست. نه بابا بیام بابا اینا تو خوشحالم میشن. پاشیم بریم دیگه. بریم هتل افشین. هتل بریم. آره هتل بازاره. آقا دست در نکن. سویچ پیش داره؟ آره. اینجا زن درست
کرد. چیه تو فکری ها؟ تو فکر سقفم. سقف؟ از این آلاخون بالاخونه خسته شدم والله. بالاخره باید یه جایی رو پیدا کنیم شب توش بیتوته کنیم یا نه؟ فکر کنم یه دونه سقف داشته باشه. ول کن خونه عباس آقا. من نه هر دفعه میگه ستایی بیان. خب تحویلت نمیگیری دیگه. شاید حال نمیکنه تو بری اونجا. نه بابا یه همه داره میگه بیم یادش میره میگه ستایی. نه بابا عباس آقا اینقدر همه دیزار دوست داره تو روش نمیگره. بچه ها عباس آقا رو فرمان بر کنیم. اصلا باید بریم در خونه عباس آقا. این سری خرت و پرت دارم بریم اونا رو بردیم. من چه اصلا دوست ندارم برم اونجا. من هم همینطور خیلی دوست دارم برم. بابا میدونی وقتی میرم تو خونه ها همچین دررش رو باز میکنم و احساس میکنم یک مش خاطره همزیری هیتزون میاره تو سر شلا. زخمی مخمی نشی یه موقع این خاطره میزه سره. آه خاطره که واسه همون نمیشه جاخا. همون چیز که عهد گفت فکر صف باید بشه. فکر چاره یه جایی باید پیدا کنیم دیگه. چیکار کنیم؟ چیه میدونم والا بریم به جهرتون دیگه ها. بالاخره باید یه جای پیدا کنیم. آقا من الان بیام. آی 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 عجب روزایی رو تو این خونه گذروندیم. چه شبایی. یادش بخیر. کجا نگاه میکنی؟ خانه ما این پایینی هست ها؟ بابا دارم ساختمون رو نگاه میکنم. دست بناش در نکنی. چه نمایی زده. آره تو ببینی. خودش اومد که ببین چه ساکت دیگه. بابا بیا. سلام. سلام عزیز. عباس آقا خوبه؟ خیلی ممنون. متشکرم. دکتری تو؟ سلام. سلامت خوبه؟ متشکرم. جیران تو چرا میرین اون وای؟ این جواد بفرست خب. جواد درس داشت. گفتم مزاحمش نشم. این طرفا؟ شهر یه ذره خرت و پرت داشت اومدیم ببینیم. گفتیم تو هم ببینیم دیگه. بیاییم بالا. نه دیگه ما بیام بالا و وقت اینا میمونن. تو وقت میگن رفیقت نیمه راه. مگه گفتم تنها بیای. خب به دوستات هم بگو بیا. نمیان اینا تعارفی هم این مدل هایی هم اینجوری هم. نون میخوای؟ گشنگی دارم میمیرم نون میخوام. دست در نکنم. همیشه هم میبرم جواد بفرست دوباره بگیرم. همین؟ بفرستش دیگه. جهران اون گرفتی؟ اومدم جواد. جواد فردا امتحان داره. من برم نهارشو بدم. بره درسش. قضا بخوره. خدا. همین. و چه نونی گذاشتیم تو سفره خودمون. خودت ناراحت نکنه حمید عزیزا. از قدیم ندیم گفتن هر گل بار باجان یه خار داره دیگه. این خار نیست که یه جوجه تیغیه. خوشتمونی. آقا این جوجه تیغی رو ول کن. حالا چیکار کنیم؟ ای خدا چی چیکار کنیم؟ با نیست که دو سه ساعت دیگه داره شب میشه. فکر خواب رو کردی یا نه؟ ای داده بده. خب فکر کنم امشب هم مجبوریم تو ماشین بخوابیم. آقا چهار تایی ما تو ماشین جا میشین؟ آره راست اینه میشین. خب بریم خونه ما. نه نه بابا چی کم باده همینجا اتراق میکنیم دیگه جا به خوبی ها. چی میگی تو؟ نمیشه که. آقا بریم خونه ما دیگه. جون تو نمیشه آخه بابا. زشت چهار تا آدم گنده بچه راه بیافتیم هر شب هر شب. جون نمیشه داداش. درست نیست. شما برو. من تنهایی برم خونه بگم چند منه. شما اصلا نگو. شما این شهریار رو بردار خودش ده منه. سوپرمن بابا. حالا امشب
حالا همه تالا میگیره تو پای ما حالا بخواهم وایسی اینجا؟ بریم نه آقا بریم جون دست دادن. آقا پس مطمئنی نمیان؟ جا هست حتما. همین. آقا بابا چاخان ماخان که نمی‌کنی. برو شبت بخیر. آقا چرا شب من برات یه شب که نمیشه مزاحم شد چی داداش؟ آقا قربونت برم. ببوس دیگه. شکرت. ما تو دو سن بیداریم. اگه دیدی جور نشود پوشیم بریم شو. آقا جوره دیگه. آقا جا جوره. صحبت تو هوا نیست که دارم هر روز زمین حرف میزنم. تعارف نداریم دیگه. آقا جان میدونم تعارف نداریم. اینجا خونه امید خودمونه ولی خب دیگه هر شب زشت. آقا هوای خرت و پرتای من هم داشته باشین. چش. شب بخیر. هتل افشی خوش بگذره. هتل افشی. یا علی. ببینیم. علی بعدم نشود. خدا را شوش لاغل دو تامون سر سامون گرفت ما دو تام الان میریم سر سامون میگیریم کجا؟ چیز دیگه خونه عباس آقا بعد از همون اول میفهمیدم که تو لا 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 من چه سک تو رو با خونه عباس آقا برداشتن حمید رضا خب نریم خونه عباس آقا خوبه؟ بریم روبرو خونه عباس آقا چه فرقی میکنه آخه حمید رضا ما چی قرار خیابون بخوابیم حالا هر چه شد شد دیگه احساس نداری یا جان تو بابا اونجا به خاطراتمون نزدیک داریم بزرگ شدی گنده گنده حرف میزنی حمید مسخره نکن ها جون مادر مسخره نکن تو من دست کم گرفتی ها ما هم دل داریم ما هم دل ساب مرده ای داریم نمیم پرت میگیم نمیم پرت رو پیدا میکنم پرت میگم که بخندی آمانم برای خودم تنهایی دارم به جونت رو نمی کنم گربونه اون دلت بره احد یه امشب من آلاخون والاخون تو خونه یه دل کوچولو جا میدی همین امشه با به تو یا الله بریم دیگه تو چرا یه عصف فلسفه شده همین بریم تو که تنها نیستی ما هم دیگر داریم رفاقتمون که براز بریم یه خورده گرم شیم بریم بابا می سردته دلم از تو یخ زده برای چی؟ نگران فردا این فردا؟ فردا که میان؟ ابا فردا روز میدونی؟ بالاخره این درس هم تمام میشه میره تو میری جنوب من میرم شمال غربی شهریار میره غرب حفشی میمونه اینجا دیگه پاره میشه میترسم دیگه همدیگه رو نبینیم همید خوشا به اقبال استاد لااقل تو ختمش رفقاش بودم تو ختمت رفقات میام همینجا قول میدم بیام تو ختمت ای کاش میتونستی میام یا آژانس میگیرم میام فکر نمی کنم نمیشه
بابا کارت دعوت میدی میام ختمت دیگه. نمیشه دیگه. برای چی نمیشه میام؟ برای اینکه قبلش من حلوات خوردم. برو بیمی برو منم اومدم. سلام عمو. روزگار از آن که گه عزت دهد گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. سلام پدر. سلام. میگن آدم گرسنه رو یه شب دو جا دعوت میکنن برای شام. حالا شده نقل من، یه عمدیه هیچکی یک سلام خشک و خالی هم به ما نکرد. یه ها امشب دوتا سلام از دوتا جوون مهربون با دوتا مهربونی، میترسم رودل بگیرم. ببینم راستی شما این وقت شب تو خیابونا چرا ویلونی؟ از خونه بیرونمون کردم. کی؟ صابخونه تو؟ نه صابخونه نه. نه اون بیرونمون نکرد، خودش رفت. از خونهش؟ نه از دنیا. تو هم یه چیزیت میشه ها. پدر شما هم اینو شناختینش. من دنیا رو نخوردم اما دیدم به هر کی یه نگاه بکنم همه چیزشو درک کنم. یه نگاه تو چشمش بکنم و تای مغزشم میخونم. اون یه نگاه با اون بکن ببین تای مغزمو چیه. هیچ گمونم نداشته باشی. عجب آدم والیه آمو، آدم قشنگی هستی. خیلی بی سلیقه‌ای که تا به حال آدم قشنگی ندیدی. چرا دیدیم اما رامون نمیدن دوباره بریم ببینیم. پدر ما رو از خونه بیرون کردن، هنوزم خونه اجاره پیدا نکردیم. شما خونت کجاست؟ خونه من؟ خونم رو کولمه. بگیر بخور این خودت سیاست. شام خوردیم؟ نه ممنون. جوون این که شام نیست، این سیب زمینی. جوون نگاه به پوستش نکن که سیاست، دلش پخته است این خودت. بالاخره یکی از تو تعریف کرد. بخور میچسبه. اما یه ذره نمک نداری دورو برد؟ خب با نمک خودت بخور. بیا اینم، اینم نمک. بگی. نه کافیه، خودت بخور، شامت بود نه؟ بذار یه شبم سر سفره خالی ما دو تا مهمون نشسته باشه. بگیر بخور. شما خیلی دست دل بازی. از قدیم گفتن به فقیر چه یه نون بدی چه یه نون ازش بگیری هیچ فرقی به حالش نمی کنه. نه ای طور هم نیست، ای قدر هستم همون دارن رو به کسی نمی دن، دارن رو به عشقی نمی بخشن. فقیرها بخشنده تره. تو اگر 100 تومن داشته باشی همشو خرج رفیقت میکنی.
هزار تومان داشته باشی نصفشو خرج رفیقت میکنی، 100,000 تومان داشته باشی 10,000 تومانشو خرج رفیقت میکنی. همینطور بگیر برو بالا. اینه که فقیرها بخشنده ترن. پدر یه چیزی ازت بپرسم ناراحت نمیشی؟ دیگه هیچی منو ناراحت نمیکنه. کار من از اینا گذشته، هر چی میخوای بپرس. چی شد به اینجا رسیدی؟ اینجا این گوشه خیابون، این کپه آتیش، اینجا یعنی تای زندگی. واسه این که همش یا تو دیروز بودم یا تو امروز، به فکر فردا نبودم، روز به روز زندگی کردم. یهو دیدم ای دل غافل، خیلی دیر شده، پیر شدم، دیگه چیزی نمونده از زندگی. تا آمدم به خودم به جنبم دیدم خیلی دیر شده، دیر. هر آدمی یه قصه است جوون. تو خیابون از کنار آدم ها که رد میشی، از کنار قصه ها رد میشی، قصه هایی که هیچگی نخونده. هر آدمی برای خودش یه قصه است. قصه شما چیه؟ فرض کن قصه من قصه یه که نتونستی بخونیش. خب با اجازتون ما دیگه رفع زحمت کنیم. خیلی ممنون. تشکر. در خونه من همیشه به روی شما بازه. بازم این طرف ها بیان. چشم. خیر پیش. آدم میتونه دو تا عاقبت داشته باشه. یکی مثل دکتر، یکی هم مثل این پیر مرد. هر دوتاشون هم آدم های قشنگی بودن. حالا که قرار شب تو ماشین بخوابیم، خب بریم نزدیک خونه جیرانی رو بخوابیم. نخیر. اینجا میخوابیم. خب بخوابیم. آل گاپو، آل جناب تشریف بیاورید. همه چیز آماده است؟ بله سرورم، بله. کاملا مهیا است؟ هی کوس بزنید. نه نزنید؟ همسایه خواهم بیدار میشه. نزنید. دری که وستی از کوس دادن بدتر بود. عذر خواهی. یواش. خب
فیت فیت، تو دیگه کی هستی؟ من؟ ببین چی کرده؟ من دیوید کاپرفیلمم. دیوید دست در نکنه. برو. ماشالله بابا چیکار کردی؟ دست در نکنه، جادوگری تو. چهرت هم تخت فنری دوبلکس. حسن مخده دست آقا محمد خان قاجار رو پشت بست. من همهش فهمیدم، این مخدرش نفهمیدم. تو کتابا خوندی؟ بله. اینه دیگه. خب واقعا عجیبه، دنیا عجب بازی هایی داره. دیشب کجا بودین؟ شب کجایی؟ دعا کنه شب اینجا نباشیم. نه نه، آدم های خوبی مثل دکتر تو این شهر زیادن، فقط باید پیداشون کرد. اه؟ دکتر الان کجاست؟ بگم بابا، خوب شدی؟ ولی وضع اما بهتره، نه؟ باز یه خونه ای داره. چه خونه ای؟ خونه آخرت. مرد خوبی بود، مرد بزرگی بود. هی میدونه همه عزیزا، آدم ها همه میمیره، اما بعضی هاشون تو قلب دیگرون، تو خاطراتشون زنده میمونه. اونایی که دلشون برای بقیه میسوزه به فکر دیگرون هم هستن. الان دکتر تو خاطرات ما زندگی میکنه. حمید رضا، یعنی میشه بعد از این که ما مردیم احد حمید رضا تو خاطرات مردم زنده بمونه؟ خدا رحمتش کنه. چقدر چقدر فاطمه نسارش کردن، چه ختمی بود. ای ای حمید رضا یادش بخیر، چه غذایی میپختی تو. آدم انگوشتش هم میخور. ببین الان هیچ انگوش برای من نمونده. اما چه فایده؟ قدر رو ما که ندونستیم دیگه فایده نداره. ساندویچ هایی که از بیرون میخردی، وای وای اون نوشابه هایی که دم میکردی همه دوزا. ولی یه غذایی داشتی دست پختت حرف نداشت، من عاشق اون بودم. هی گفتی چی بود؟ نون و پنیر؟ نه چای شیرین نون پنیر. آخ با بربره چی که میشد دیگه فایده نداره، دیگه فایده نداره. قدرمو ندونستیم نمیبخشم تو. به قور میزدی یا تو نیست دیگه نمیبخشم تو. روت کم خنده یه برا سنج پای آبادان. خدا بیام ازتش. خدا پدر دکتر بیام ازتش که او خونه با اون داد. حمید خوابی؟ یادت هست روز اولی که رفتیم خونه دکتر؟ 2 میلیون پول پیش خواست، رفت چایی بیاره که فرنگ بس. اما بالاخره خونه رو بهمون داد. خونه رو داد و خودش رفت. من نمیدونم همت این آدم ها چرا اینقدر هرس میزنن، هی پول رو پول جمع میکنن، هی گسته زندگی رو میخورن، جمع میکنن یه روز به خودشون میان اینقدر پول دارن نمیدونن چجوری خرجش کنن. تازه وقتی هم میان خرجش کنن میبینن یه قبض میدن دستشون رو خلاص. اما دکتر اینطوری نبود. وقتی دید وضع ما چجوریه، کی هستیم و چقدر وضع مالمون خوبه یا بده،
اصلا با اون چونه نزد خونه رو به اون داد نه؟ نه بابا دکتر گل بود یعنی خط میشه اینقدر شلوغ نمیشه دخترش با هم میرفت چهار نفر کرایه میکرد که بیان زیر تابوت باباش رو بگیرن یه سری یعنی گریه کنه حرفه‌ای هم میآورد که مجلس باباش رو گرم کنن خدا بیامرزتش دیگه اما روزای خوبی رو توی خونه گذروندیم نه؟ شبا و روزای خوبی رو هوای پاییز همچو کاغذهای کاهی توی کوچه های پاییز یکی نیست بگه مسافر عشق تو کجا گذاشتی یه نفر که نفر که آخرینه میری حمید بازم فیلش یاد عباس افتاده